به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنما. سلام عرض ادب دارم خدمت بینندگان پایگاه اطلاع رسانی معیار جهل. امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم یه گزارش از فوتسال روستای کولگ ایرفشان بگیریم، یه فوتسال غیر استاندار که میزبان بازی نوجوانان بخش بوده و تیم برنده توی این بازی امروز انشاءالله به شهرستان اعزام میشه. با ما تا انتهای این گزارش همراه باشید. اول بازی که مملو از هیجان بود، چهار بر صفر نخورد تیم دهیاری افشان، اما نیمه دوم گویا حساس تر شد. بازی باشد که دو تا فایت توپان بده یعنی پا بده میگرفت پا بده یعنی سنی خراب کسا اینکه بوری اکثر برزا جنده خیلی خیلی وحش انشالله. اما در این میدان پیر مردی از 30 کیلومتر اون ورتر برای دیدن و تماشا کردن بازی آمده. از انگیزش پرسیدیم و گفت هدف من از آمدن به این بازی فقط پر انرژی بودن بچه ها و افضلات برای موفقیت آنها. یه ما روا بکنه انشالله یه روکشانش برتا نو باری مگسی باری انشالله، بلکه مگسش هم بگوره انشالله دیه پزایدان روا انشالله الله شان کامیاد بکن. همه جانبه ما را حمایت کته و واقعا دست در نکن و بازکنانی و شیله کو در آخری لحظه ها اسپریسی بازه نو تیم بتگن، دو گروه بتگن، دو گروه بتگن، گروه چار تیمی یا گروه پنج تیمی. افشان تلاش کو زحمت کرده یا فینال نتیجه هم 4-3 به نفع افشان تمام. رحمان رحیم تشکر میکنم از تمام بازیکنان و مسئولان و دستندرکاران و بخصوص خبرنگار پایگاه معیار جهل. متاسفانه ما یک گله از مسئولان محترم داریم که این وضعیت زمین ما تا افشان تا آشار فرق نمی کنه. نگاه کن برادر من یه دوری بزن بازیکن، نگاه کن اینا جوانایی هستن که تو این هوا گرم، حالا متاسفانه هوا خوبه ولی تو هوا گرم اومدن و این بازی رو تماشا کردن. ما یه درخواست از مسئولین محترم داریم که به داد ورزشکاران این بخش برسن. متاسفانه مظلوم واقع شدن، واقعا روز قیامت باید جوابگو اینا باشن.